شرحی کوتاه از دستگیری و شهادت سرهنگ حسین وحدت حق به قلم همسرشان پری دختر وحدت حق همسرم حسین وحدت حق متولد مرداد ماه 1304 خورشیدی در شیراز بود و در اسفند ماه 1360 یعنی در سن 56 سالگی به شهادت رسید. پدر او مؤمن بود و در اثر مطالعه کتاب ایقان از آثار حضرت بهاءالله به آین بهایی ای ایمان آورد. حسین از سن 13 سالگی وارد دبیرستان نظامی تهران شد و در 22 سالگی به شیراز نقل مکان کرد. وی پس از حدود دو سال یعنی در سن 24 سالگی با من ازدواج کرد و سمری زندگی ما یک دختر و دو پسر است وی تحصیلات خود را در آلمان و فرانسه در رشته مهندسی برق و الکترونیک ادامه داد و 33 سال در ارتش خدمت کرد که مدت مدیدی از آن را به تدریس در دانشکده نظام اختصاص داد. انقلاب واقع شد و امام خمینی آمد. چند ماهی از ورود ایشان نگذشته بود که به نام پاکسازی اخراجها آغاز شد و در نتیجه حقوق بازنشستگی او قطع شد. در این زمان حسین منشی لجنه ملی حرف و فن بود که آن لجنه بنا به راهنمایی محفل ملی در اوایل دوران انقلاب شروع به برنامه ریزی جهت تدریس و ایجاد کار برای افراد اخراج شده از ادارات میکرد و حدود ده رشته کلاس های مختلف از قبیل اتومکانیک، تعمیرات رادیو و تلویزیون، لوله کشی و غیره را به راه انداخته بود. این فعالیت ها طی پیامی توسط محفل ملی ایران به تمامی محافل محلی ایران که هنوز برقرار بودند اطلاع داده شد. دوره فراگیری و آموزش افراد بیکار قریب به سه سال ادامه داشت تا اینکه بنا به پیشنهاد محفل ملی دوم در دوران انقلاب شرکتی به نام آسانگاز گاز تأسیس شد و طبق قانون تشکیل شرکت ها نام شرکت و نام مدیر آمل آن به نام مهندس حسین وحدت حق در روزنامه به چاپ رسید. سه ماهی از تشکیل شرکت نگذشته بود که دو نفر از اعضای حجتیه از کارمندان اداره مبارزه با منکرات به شرکت آسانگاز حمله کردند و پس از زیر و رو نمودن آن محل همسرم را دستگیر و به زندان مبارزه با منکرات واقع در خیابان تخت تابوس بردند. در دورانی که من در جستجوی او بودم سه نفر با اسلحه به منزلمان هجوم آوردند و بدون هیچ اعتنایی به وضعیت مادر سال خوردم در به ورودی را شکسته و وارد شدند و به مدت چند ساعت به بازرسی منزل پرداختند سپس در به اتاق خواب ما را با چسباندن کاغذی محروموم کردند به طوری که دسترسی به آنچه در اتاق خواب ها بود از جمله لباس و لوازم شخصی نداشتیم پس از دوازده شبانه روز با پیگیری و زحمت بسیار موفق شدم مجوز برداشتن چند دست لباس از اتاق خواب خانه خودم را بگیرم در این دوران همسرم حسین مورد بازجویی های شدید بود و با این فشارها از او میخواستند که افراد بهایی را معرفی کند و یا اینکه دینش را انکار کند زیرا به نظر بازجویان او تاقوتی مرتد و مفسد فل ارز بود در یکی از بازجویی هایی که از همسرم به عمل می آمد، متوجه شدند که من در آموزش پرورش کار میکردم. غروب همان روز بازجویی با دو نفر دیگر با در دست داشتن کلید به منزل ما آمدند و مجددا چندین ساعت به بازرسی اتاق ها پرداختند همان روز بود که در حدود ساعت ده شب من و مادرم را از خانه بیرون کردند مادرم را به منزل کسانم فرستادم و خودم از همان روز به مدت 27 شبانه روز در آسانسور منزلمان که خراب شده بود و در همان طبقه متوقف مانده بود زندگی کردم همین موضوع خود دردی بود افزون بر تب و سین درد شدید همسرم در زندان تا اینکه بعدها او در ملاقاتی که با پنج نفر از اعضای مجلس داشت که یک نفر از آنها رئیس کمیسیون اصل نود بود تقاضای باز کردن در به منزل را کرد و گفته بود که مالک آن طبقه زن من است که آزاد است و مجرم نیست چرا او باید به دلیل این که من در زندان هستم در آسانسور زندگی کند؟ بالاخره پس از 27 شبانه روز با تلاش و پیگیری مستمر آشپزخانه سالن توالت و دستشویی مهمان را به من بازگرداندند حال با وقایعی که اتفاق افتاده بود حدود دو ماه و نیم بود که همسرم در زندان منکرات به سر می برد و مرتبا در برابر بازجویان و معممین بازجویی و محاکمه می شد. تا اینکه به علت اعتقاد راسخ به فرقه زاله بهاییت و عدم انکار آن محکوم به اعدام شد پس از محاکمه او را به زندان قصر منتقل کردند و دو ماه و نیم هم در بند موقت زندان قصر زندانی بود همسرم حسین وحدت حق در دادستانی تهران باز هم در برابر حکام شهر در زندان اوین قرار گرفت که مرتبا از او درباره محافل ملی و محلی پرسجو میشد شد. اما شیوه دفاع همسرم از خیش در زندان جرمی افسون بر جرمهای وارده بر او بود که در حکم دوم از آن یاد شده بود. خلاصه ی حکم دوم این گونه بود. مهندس سرهنگ حسین وحدت حق دارای مدالهایی موهوم و مدیر عامل شرکت بهاییان و یکی از پنج نفر عضو لجنه حرفه و فن که شاگردان را مجانا تربیت می کنند و به شهرستان میفرستند، از افرادی که اخیرا معدوم شدهاند، اشاره به بهاییانی که ادام شده بودند دفاع نموده است و در صورت عدم تبری محکوم به اعدام است روز ابلاغ حکم اعدام به همسرم نهم اسفند ماه مصادف با روز بعثت حضرت باب بازجو همراه با یک پاسدار به منزل ما آمد و قصد داشت که من و مادرم را که در همان محدوده سالن و آشپزخانه و دستشویی زندگی می کردیم از خانه بیرون براند اما آنها با مقاومت من روبرو شدند حتی اسلحه به روی من کشیدند ولی باز هم من مقاومت کردم بالاخره مقداری از وسایلمان را که در سالن بود بدون هیچ مجوزی با خود بردند در پاسخ این عمل من پس از صحبت تلفنی که با دادستان مبارزه با منکرات داشتم بران شدم که شکایتی بنویسم و شخصا به آنجا ببرم حاکم شهر آقای تبا طب بود همراه با سه نفر دیگر که یکی از آنها را قبلا در اداره منکرات دیده بودم و میدانستم که در زندان اوین کار می کند. پس از عرض سلام نامی را که تهیه کرده بودم به او دادم و از حکم همسرم سوال کردم. او گفت اعدام و مرا با داد و فریاد و کمک از یک پاسدار از اتاقش به بیرون راند. اما من از پا نیستادم پس از چند دقیقه نشستن مجددا به اتاق او بازگشتم و گفتم گناه او و من هر دو یکیست و آن اینکه هر دو بهایی هستیم پس سر مرا روی سینه او بگذارید و اعدام کنید او دوباره فریاد زد پاسداران آمدند مرا بیرون بردند من در آنجا به انتظار نشسته بودم که بعد از مدتی همسرم با لباس مرتب و ریش تراشیده درست مثل اینکه قصد دارد به یک میهمانی برود فقط بدون کراوات وارد شد کنارم نشست اما من آرام و قرار نداشتم با صدای بلند فریاد می زدم که شوهرم بیگناه است می گفتم اگر من زرتشتی میماندم و بنا به بیان الله به حضرت محمد و قرآن ایمان نمی آوردم آیا باز هم شوهرم را می